آیا میدانید چرا درختان شما حاصل نمیدهد مخصوصا درخت انجیر چرا حاصل نمیدهد یا کم چرا حاصل میدهد یا اینکه چه وقت درخت انجیر به حاصل می آید تمام این موارد را در ده علت حاصل ندادن درخت انجیر مطالعه می که ده علت وجود داره که چرا درخت انجیر شما حاصل نمیدهد پس دقیق گوش کنین ببینین یاد بگیرین تا مشکل شما حل شود سلام و درود به همه شما خوبان و عزیزان قربان آزاد هستم و خوش آمدین به کانال باغبان آزاد دوستای عزیز ده علت حاصل ندادن درختان انجیر وجود داره که احتمال خیلی زیاد داره که یکی از او عوامل علتش درخت شما باشه که چرا درخت انجیر شما حاصل نمیته اکثریت از دوستا سوال میکنن که به شکل کامنت یا مستقیم پیام میتن که چرا درخت انجیر ما در گلدان از حاصل نمیته یا در زمین از حاصل نمیته این ده علت را که خوب دقیق گوش کنین حتما مشکلتان را پیدا میکنین علت اول درخت شما خیلی جوان هست بعضی از درختان مخصوصا در رابطه به نوع درخت انجیر تعلق داره بعضی هایشان خیلی دیر به حاصل میایه و شما توقع دارین که باید خیلی زود به حاصل بیاید که حداقل شما باید منتظر از سه سال تا پنج سال منتظر باشین نظر به نوعشان که تا پنج سال به بیشترین حد حاصل دهی خود میرسه در سال دوم و سوم شروع به حاصل دهی میکنه و وقتی که شما بخواین از لحاظ اقتصادی سرش حساب بکنین سال پنجم و بعد حاصل خوب بر شما میده و علت دوم مشکلش ای هست که شما در رابطه به انتقال و همچنان صحتمندی نوع نهالتان باید خیلی متوجه باشین مثلا در کل نهال را شما یا از ریشه تکثیر میکنین و یا اینکه از قلمه تکثیر میکنین اگر از ریشه میخواین تکثیر کنین و او را بخواین بخرین از ریشه تکثیر شده یا از قلمه اینا باید سالم و صحتمند باشن اگر مرضای قارچی باکتریایی یا ویروسی داشته باشه ای هم در حاصل دادن این درخت شما تاثیر بسیار مستقیمی داره ممکن هست که حاصل بته ممکن است نته ممکن میوریز شوه ممکن پیش از که میوه به پختگی برسه به زمین کل کلیشان عواملش صحتمند بودن درخت است وقتی که شما درخت را نهال درخت انجیر را میخرید باید متوجه باشین که از قلمه تکثیر شده یا از ریشه و باید متوجه باشین که کاملا صحتمند هست و علت سوم هم بیش از اندازه پیر بودن درخت انجیر هست خیلی از دوست در گلدان درخت انجیر را میشانند و بعد میگن که سالهای اول بسیار خوب حاصل میداد ولی حالا حاصل نمیده مشکل چی هست دوست خوب من درخت انجیر شما ریشش بیش از اندازه شده داخل گلدان پور شده و نیازمندی ای هست که شما باید حرس ریشه انجام بتین دقیقا وقتی که برگ ها میریزد در جریان فصل پاییز یا خزان شما باید درخت انجیر را از گلدان بکشین نصف ریشه ها را قطع کنین خاک خوب و گلدانی برش جاگزین کنین و دوباره ریشه ها رشد میکنه و برش ما میوه های جدید تولید میکنه و علت چهارم هم بیش از اندازه بودن شاخه ها هست وقتی که شاخه های درخت انجیر بیش از اندازه میشه مواد غذایی که از ریشه ها جذب میشه تقسیم میشه سر شاخه ها و شاخه ها هیچ کدامشان نمیتونه درست حسابی رشد کنه و همه ایشان به اندازه ناکافی رشد میکنه و برای شما میوه های خوب و با کیفیت و مرغوب تولید نمیتانه و همه ایشان به مشکل گرفتار میشه برای رای حل این موضوع باید شما شاخه ها را متناسب به ریشه ها حفظ کنین یعنی تعداد شاخه ها را کم کنین تا این که بتانین شما توازنی بین شاخه ها و ریشه ها حفظ کرده باشین علت پنجم هم مواد غذایی کافی نیست یعنی درخت شما درست است هیچ مشکلی وجود نداره ولی غذا کفایت نمیکنه وقتی که مواد غذایی کافی در ریشه ها موجود نباشه در شاخه ها موجود نباشه این نمیتونه درست ساوی بر شما میوه با کیفیت تولید کنه یا حتی نمیتونه رشد کنه چی برسه که بر شما میوه تولید کنه پس مواد غذایی رو باید شما خیلی متوجه باشین که درخت شما ضعیف نباشه و علت ششم هم بیش از اندازه بودن مواد غذایی است وقتی مواد غذایی بیش از اندازه به درختان شما به ریشه ها قرار میگیره باعث سوزش برگ ها باعث سوزش ریشه ها و همچنان باعث توقف رشد میشه بیش از اندازه مواد غذایی وقتی که در اطراف ریشه ها باشه در اینجا خاصیت اسیدی زمین بالا میره و حتی آبی که در ریشه ها هست دوباره جذب میشه به طرف کد و به طرف زمین و برگ ها حالت سوختگی به خود میگیرن و رشد نمو متوقف میشه پس شما باید به اندازه متناسبی درختتان مواد غذایی برشان فراهم بکنین و یا اینکه علت هفتم استفاده اشتباه مواد غذایی هست مثلا درخت شما یک مواد غذایی را کار دارد شما اشتباها مواد غذایی دیگه استفاده میکنید. مخصوصا داکترهای انسانی که امراض و بیماری های یک شخص را تشخیص داده نمیتونه دقیقا یک ادویه اشتباه میته ای به جای ای که کاملا فایده داشته باشه جاهای دیگه شما را آسیب میرسونه و برای شما مشکل ساز میشه و اصلا مریضی شما جور نمیشه که هیچ چیز صد رقم مریضی دیگه برای شما به بر شما وجود میاد دقیقا درخت هم هم قسم هست وقتی که مواد غذایی مورد نیاز تشخیص نمیشه شما مواد غذایی اشتباه برشان تزریق میکنین اون موقع هست که مشکلات دوچندان میشه مخصوصا درخت شما نیازمند پوتاشیم و کلسیم یا فاسفورس هست شما نایتروجن برشان تزریق میکنین این کاملا نتیجه برعکس میگیرین علت هشتم هم آب و هوا هست شرایط آب و هوا یا بیش از اندازه گرم هست یا پیش از اندازه سرد هست وقتی که هوا بیش از اندازه سرد میشه شاخه ها خشک میشه و دوباره از پایین رشد میکنه بهار دوباره سبز میشه و این هم لطمه بسیار بزرگی در حاصل دادن درخت شما میزنه و یا اینکه هوا بسیار گرم هست اصلا در این منطقه انجیر نباید حاصل بشه شما اصرار میکنین که باید حاصل بشه و یا اینکه در داخل گلدان های هستن که رنگش سیاه هست و هوا هم بسیار گرم هست این ریشه بیش از اندازه گرم میاد باز هم حاصل نمیده پس باید شما در شرایط گرم گلدان سفید در شرایط سرد گلدان سیاه انتخاب کنین تا اینکه اگر داخل گلدان هست مشکلتان حل شود و علت نهم هم بیش از اندازه آبیاری کردن هست آبی بیش از اندازه برای درخت انجیر کاملا مزیر هست و باعث پوسیدگی ریشه یا روت رات میشه و قارچ های ریشه بیش از اندازه سر ریشه درخت شما حمله میکنه و ریشه ها را گندیده و پوسیده میسازه وقتی ریشه های مویگمانان خراب شود و گندیده و پوسیده شود اون موقع هست که نرشد میکنه و همچنان مواد غذایی را جذب نمیتونه درخت شما کاملا به حاصل باقی میمانه التي آخر، التي دوم هم. کم آبیاری کردن هست وقتی که آبها کمتر بر ریشه ها میرسه خب معلوم هست که آبها کمتر به بر برک ها انتقال داده میشه و درخت انجیر یک گیاهی است که بیشترین مواد غذایی خود را سر رشد شاخه های جدید مصرف میکنه و اگر مواد غذایی مخصوصا آب به اندازه کافی نباشه میوه ها تشکیل نمیشه اگر تشکیل شوه هم بسیار خورد و ناکافی باقی میمانه و میوه ها ریزش میکنه و میوه شما ما اندازه میریزن و به پختگی و به سمر نمیرسن پس دوستای عزیز ده علت حاصل ندادن درخت انجیر بود امیدواریم که یک از علت ها درخت شما باشه و تشخیص کرده باشه مشکلتان را و کاملا رفع کنین و همچنین برای اینکه بیشتر باغدارا ای ویدیو را این ویدیو رو ببینن تا اینکه مشکلشان حل شوه و حتما به اشتراک بگذارین و ویدیو را لایک کنین تا اینکه همه باغدارا از مشکلاتشان آگاه شوند و برای اینکه شما ویدیوهای جدیدی ما ببینین حتما ویدیو را لایک کنین و کانال را سابسکرایب کنین تا از ویدیوهای جدید جانمانین تا ویدیو دیگر خدایا رو نگهدار شما